هلو گایز، خیلی خوش اومدید دوستان به این ویدیو. علی اساسات هستم، همینطور که میبینید اومدم با یه اسمبل دیگه. امروز تاریخ 3 مرداد سال 1400 این ویدیو داره امروز رکورد میشه، ولی احتمالاً شما چند وقت دیگه ببینید، چند وقت یوتیوب نمیذاره ویدیو بذارم، نمیدونم چرا. ایمیل زدیم و درخواست دادیم ببینیم چرا بند نشین. خیلی ارزم به حضورتون، بریم سراغ معرفی قطعات، برای شما بایس کنیم و برایش هم اسمبل و در آخر سر تست گیم. این سیستمی که دارید میبینید اینجا برای دوستمونه، از مشهد خریداری کردن و قیمت کلش تقریبا شده 34 میلیون تومان. خب بچه، بریم سراغ معرفی قطعات. بدون اتلاف وقت، سی پی یو که اینجا داریم 1400 معمولی باکسه، گرونتن 1400، ولی کلن 1400 تو کشور خیلی کم شدن و قیمتشون به شدت رفته بالا. همین آقایی که اینجا هستن 5800 قیمتشونه. نکته قابل توجه، خب باکسش که خیلی قشنگه، نوشته میدین ویتنام. تا حالا من هر چیزی که اینتل گرفته بودم رو باکس داده بود میدین تایوان. حالا نمیدونم سیاست جدید اینتل چیه، ولی این سی پی یو ساخت تایوانه. حالا بگذاریم. مادربورد H510 MS2H از برند گیگابایت، پیسر اکسپرس نسل 5، کلا سی پی یو نسل 10 و 11 ساپورت میکنه. مادربورد خیلی به صرفه، قیمتش اولش 2600 2700 ایناست، کلا زیر 3 تومنه. دوستانی که میخوان سیستم خیلی به صرفه و خیلی معمول به صرفه بخرن، یه پیشنهاد دارم براشون. هنوز کسایی هستن خب نسل 9 میخرن، مثلا 9100 میخرن، چون مثلا مادربورد H310 خیلی ارزونن. میخوام پیشنهاد بدم این بعد H510 بخرید با پنتیوم های نسل 6، یعنی مثلا G6400 دو هسته، ولی باز به نظر من 9100 بهتر. حالا یه پیشنهاد بود برای بچه‌ای که سیستم های خیلی ضعیف و پایان رده میخوان، چون این مادربورد واقعا قیمتش خوب صرف است. کارت گرافیک هم سعی معرفی کنم بچه‌ها بهتون. کارت گرافیک از برند پلیت 1660 معمولی، 6 گیگ حافظه داره، از نوع GDDR5، 1660 معمولی دیگه، قیمتش هم اولش 15 میلیون تومانه. شرایط کارت گرافیک به شدت بده، به شدت. با همین 15 میلیون به شما 1650 GDDR6 یا حتی 1050 Ti میفروشن توی بازار کامپیوتر. خیلی اوضاع کارت گرافیک داغونه، یعنی همون 1650 که 8 تومن بود بعد ماه پیش شده بود 10 تومن، الان شده 15 تومن. به خاطر من ترجیحم 1660 معمولی بخرم که باز از 1650 و 1650 GDDR6 بهتره. شاید مثلا 1660 معمولی در حد 1650 سوپر باشه، ولی 1650 سوپر اصلا دیگه بحثشو نکنیم، بهتره، قیمتش خیلی بالاست. عرضم حضورتون که پاور کولر مستر خیلی کم شد. هفته پیش تو اون ویدیو بود که وضعیت بازار بررسی میکردیم، گفتم پاور کولر مستر اومد و با چقدر زیاد و اینجا رفا تموم شده. به زور پیدا کردیم 550 وایت کولر مستر رو، پاور خوبی برای این سیستم، من که راضیم ازش. SSD گیگابایت خیلی خوش قیمته، یه مدل 240 گیگ داره، یه مدل هم 256 گیگ داره، این همان، ولی خب این 256 50 تومن گرونتره، قیمتش فروش 900 هزار تومنه. یه دونم اینجا رو، اینو یادم رفت بذارم اینجا تصویر، 2 ترابایت وسترن آبی، قیمتش هولوش 1500 1480 این هولوشه. این جلو هم که میبینید داداشم رم گیگابایت جدید اومده، هیت سینک داره، 2x8 توی باکسه، فرکانس 2666، خیلی رم خوبیه واقعا دارم میگم. 2x8 قیمتش هولوش 2400. خب بچه، این پایینی هم که میبینید جو سفیده، کولر سی پی اونه، از برند دیپ کول، گاماکس جی تی ای آر جی بی، ای آر جی بی نه آر جی بی. و خب وقتی ای آر جی بی یعنی ادرس آر جی بی و با مادربورد سیم میشه، ولی مادربورد اون هدر ای آر جی بی نره، ولی حالا کیس اون هم بهتون توضیح میدم، کیس اون ای آر جی بیه، میتونید با کیس حتی بس سینکش کنید. کولر سی پی خیلی خوبیه، قیمتش بالای 1200000 تومانه. برای سی پی یو i5 مون عالیه، حتی رو i7 هم میشه بست، بعضا مشکلی نداره، ولی خب یه کولر سی پی یو معمولی با قیمت تقریبا متوسط. خب فکر کنم همه چیزو گفتم. آها، جعبه کیس. امروز یه جعبه کیس خیلی خوب و قشنگ داریم، من عاشقش شدم وقتی باهاش آشنا شدم. جعبه کیس K500 ARGB از برند خوب کولر مستر، قیمت هولوش 2800. البته این مدل داره که این فناش ARGB نیست، صرفا LED رد داره، LED قرمز داره، قیمتش هولوش 2200، خیلی قیمتش پایین تره. واقعا تو این رنج قیمت دیگه معقول نیست از برنده ایرانی خرید کنید. واقعا یه کیس خوب کولر مستر با کیفیت ساخت خیلی خوب. حالا شیشهش هم میشه تو اسمبل میبینید، یه شیشه با ضخامت 4 میلیمتر داره، حرارت دیده است، واقعا عالیه. کیفیت ساخت کیسش خیلی خوبه، اینو اصلا بشنوید. با گارانتی آواجنگ،
گفتم قیمت ARGBش 2800ه، به نظر من خیلی قیمت خوبیه برای این کیس. دو تا فن ARGB جلو داره، یه فن بدون ARGB پشت داره، حتی دو تا جای فن هم بالا داره، یعنی میتونید کولر لیکوید 240 با رادیاتور 240 ببندید بالاش که نه از قابلیت این جعبه کیس. کلا توی این اکسمبل من یکی جعبه کیس رو خیلی دوست داشتم، یکم سی پی یو فکر کنم اولین سی پی یو نسل 11 ای که داریم اسمبل میکنیم. امیدوارم خوشتون بیاد از این اسمبل و تا آخر ببینید، تست گیم های هم ببینید، چون که هم کارت گرافیک اون جدیده، هم سی پی یومون، هم رمامون ماده بردن جدیده. خب بچه ها یادتون نره قبل اینکه بریم سراغ آنباکس و اسمبل این قطعات عزیز، حتما چند یوتیوب هم سابسکرایب کنید اگه تا حالا نکردید. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید اگه خوشتون اومد و نظری انتقادی پیشنهادی هر چی بود تو کامنت بنویسید، ما گوش شنوا داریم، منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. حتی کامنت رو میخونن گوش نمیکنن. حالا به حال راستی در مورد سایت خیلی بچه ها میان سوال میپرسن تو اینستاگرام، راستی اینستاگرام هم فالو کنید، سوال داشتید، سوال مهم داشتید یا سیستم میخواستید تو اینستاگرام پیغام بدید. خیلی مردم سوال میکنن در مورد سایت، آقا ما 2 ماه درخواست اینماد دادیم، میگن تو راهه، یعنی یه نامه قراره بیاد اینجا به دست ما برسه، از پست پیگیری میکنیم، میگید داده پست منطقه، میبینیم پست منطقه میگه دست پستچی، من نمیدونم دیگه پستچی را کجا پیدا کنیم، دیگه کار پستچی عوض شده، به جای اینکه پستچی نامه رو بیاره ما باید پستچی نامه رو بگیریم، دیگه دور زمان عوض شده دیگه. خب این از وضعیت سایتم، ان شاءالله اونم درگاهش اوکی بشه، اول باید اینماد بگیریم بعد درگاه بانکیشو کیشو را بیفته. این از سایت، خواهشاً دیگه سوال نپرسید و البته اگه میام سیستم خواستید تو اینستاگرام پیغام بدید مثل این دوستمون براتون تهیه میشه و ارسال میشه هر جای ایران که باشید. بدید یاد
خب بچه ها بالاخره اسمبلی کیسمون تموم شد، همونطور که دارید میبینید خوشبختانه تونستم که ARGB های این دوتا ARGB اینجا هم این ARGB های کولر سی پی اونو با این ARGB های کیسمون سینک کنم، یعنی یه خوششانسی خیلی خوبی آوردم و از قراره که یه نم کنترلر خود کولر مستر گذاشته بود برای کیسش، یه دکمه داره میزنی قشنگ رنگ ها حالتاش عوض میشه، هم کولر سی پی اون هم اون دوتا فن جلو. خب این واقعا خوششانسی بود تا اسمبل، کیس هم کیس خیلی خوبی بود، حالا عکس کیل منیجمنت هم عکس پشتش هم گرفتیم میذاریم تو ویدیو براتون، سیستم رو روشن کنم ببینید راستی یه دکمه خیلی کوچولو نمکی داره، خیلی جالب دکمه جو میشه.
آقا اینجا آرژیوی نیست آقای تو؟ این آرژیوی نی؟ دوستان اشاره میکنن این آرژیوی نی. یه منشنبه کوچیکم این رو داره بکنیم اینو. ولی وقت خوبی گذاشتم برای کیبل منیجمنت پشتش خدا وکیلی. خب بعضی های مشخصات سیستم دوباره یه بار دیگه بگم. سی پی اون آی 5 11400 نه اف نه تر 11400 خالی. کولر سی پی اون گاماکس جی تی مدل ای ار جی بی مادربرد اچ 510 ام اس 2 اچ از برند گیگابایت. کارت گرافیکون 660 معمولی جی دی ار 5 از برند پلیت. قطع مدل دوال دو فنه. کیس همون کا 500 ای ار جی بی ارزان دیگه چی موند؟ 2 ترابایت هارد وسترن آبی داشتیم، 256 گیگ اس اس دی گیگابایت، یعنی اس اس دی معمولی. دو تا رم 8 گیگ با فرکانس 2666 از برند گیگابایت داشتیم که هیت سینک های خیلی خوب، ظاهر خیلی خوب، واقعا رم های خیلی خوب. خب بچه امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید، به اشتراک هم بذارید دیگه. اگه میبینید دوستاتون کسی میخواد سیستم بخره یا اینکه نیاز به مشورت و مشاوره داره، حتما ویدیو منو بهش معرفی کنید. و نظری انتقاد پیشنهادی هم دارید درباره این ویدیو، درباره ویدیوهای قبلی بعدی، هر چی، اگه نظر، اگه ایده جالبی دارید برای ویدیو حتما بگید، قطعا لحاظ میشه. اینجا دموکراسی بچه. و بچه این شیشه جلوش هم خیلی شیشه جالبی بود، گفتم یه شیشه کلوفتیه که پایین پیچ نداره، دو تا پیچ بالا داره، بعد حالت کشویی طور اینطوری میاد قالب میشه. بعد خیلی جالب بود برای من که این کیفیت کار واسه این کیس 2 میلیونی واقعا خیلی جالب بود. خب حالا بگذاریم از این حرفا، امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی، بای.